درود دوستان عزیزم، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید تندرست و خرسند باشید. درس 32 و جلسه 32 از کلاس‌های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن که توان گرفته است از انگلیسی مثل آب خوردن، قوی ترین و قدیمی ترین تیم آموزش انگلیسی به فارسی در اینترنت، و در خدمت شما هستیم. در این جلسه 32 بریم ببینیم چی کار میکنیم در این کلاس ها. اگر زحمتی نیست براتون برای اینکه کلاس ها رو ما بتونیم ادامه بدیم، تداوم بدیم، با گزینه لایک میتونید از ما حمایت کنید در این ویدیو، و با نوشتن یک کامنت زیبا میتونید همراهی و حمایت خودتون رو از ما اعلام کنید. بریم جلسه 32 به یاری خداوند. تا جلسه قبلی 800 تا از این جملات رو با هم کار کرده بودیم. تا جلسه 31 و این جلسه 32 801مین رو شروع میکنیم. دقیقا هم اشاره میکنیم به مشکلات عمده‌ای که بچه های ایرانی زبان و فارسی زبان تو نکات تلفظیشون دارن. چون گفته بودم سخنوران به هر زبان مشترک مشکلات تلفظی مشترک دارن. طبیعیه، فقط در مورد فارسی اینجوری نیست. همطور که ترک های ترکیه منظورمه، مشکلات تلفظی مشترک در انگلیسی دارن، و همطور که عربا دارن و چینی ها دارن و هر قومیت یا هر زبان دیگری. بنابراین اشاره میکنیم به مشکلات عمده تلفظی که ایرانیان عزیز دارن در تلفظهاشون. بنابراین خیلی توجه داشته باشید، و وقتی که صداتون میکنیم که بیاید رفع اشکال بکید، در واقع از شما میخواییم این فرصت رو در اختیار شما داریم قرار میدیم که شما رایگان بیاید بیان کنی رفع اشکال بشید. پس این فرصت رو مغتنم بدون لطفا. خب اول ساختار گرامریشو براتون توضیح بدم. What sport؟ What؟ لبها حالت لوله‌ای قبلا گفته بودم. Sport. What sport؟ اینجا میرسه به یه بی صدا. دوباره با یه بی صدا شروع میشه. What sport؟ Sport. Sport یعنی ورزش. Do you do؟ شما انجام میدی. What sport do you do؟ چه ورزشی انجام میدی؟ Do اشاره میکنه به کلیت ورزش‌ها در اینجا. معمولا ورزش‌هایی که توپ داره توشون play میگن بهشون. ولی وقتی که داره دو اشاره میکنه به کلیت ورزش اشاره میکنه. ممکنه کاراته باشه، شطرنج باشه، هیچ توپی توش وجود نداره. ولی معمولا ورزش‌هایی که توشون توپ داره بهش میگن play. اوکی؟ اینم نکته خیلی ریز ریز ریز. بعد 20 سال بری کلاس زبان، 20 سال زندگی کنی تا بهش برسی. پس ورزش‌هایی که توپ داره توشون معمولا میشه play و بقیهش میشه do. مثلا چس که شطرنج میشه do. لیلی فرامرزی، What sport do you do? What sport do you do? آفرین. شیرین سرافرازی جوابشو میتونی بدی شیرین؟ Hiking. I do hiking. Okay. میتونی بگی I play football for example. Okay? I play football. Yes. Okay. بیگلری میتونی بپرسی؟ What sport do you do? What sport do you do? نیلوفر جوابشو بده. I play table tennis. Tennis. ایهاتو اینجا بود که بهت گفتم. Tennis. طبیعیه وقتی شما تو روند اصلاح تلفظیت قرار میگیری، یک عمر گفتی تنیس. اوکی؟ و طبیعیه که شروع میکنی به اصلاحش دونه دونه. یه بار ایهاتو اصلاح کن تو وایسات، یه بار دبلیو تو اصلاح کن کم کم. عجله نکن. پروانه میتونید بپرسید لطفاً؟ What sport do you do? آفری. یعنی انتظارم خیلی کمتر از این چیزی که توانمندی که در شما عزیزان ایجاد شده بوده، و ممنونم از توجه و تلاشتون. سارا فروزنده میتونی جوابشو بدی؟ Yes. I do TRX. TRX. وقتی هم که وجوهایی که اشاره میکنید که مثلا سه تا یعنی ابریویشنه، باید سعی کنید یه جوری بگید که پشت سر هم نشه. TRX. اوکی؟ سار استاد ببخشید، تلفظ کاراته رو میشه بگین کراتی؟ بریتیشش میشه کراتی، بعد امریکنش میشه کراتی. شما چه بگی، کراتی یا بگی کراته یا بگی کراده، همه میفهمن چون اسم خاصه. میدونی اسم خاص دقیقا چیزی که شما این ور اون ورش هم کنین دقیقا مشخص میشه چیه. اوکی. What sport do you do? What sport؟ معصومه قربانی جواب بده. My favorite sport is basketball. My favorite sport. بعد اون دوتاش به گوش برسه. فاطمه تاجیک بپرسه. What sport do you do? بهناز جواب بده. What sport do you do?
الان من توضیح میدادم چی کار میکردی آرمان؟ What sport؟ یه بار دیگه؟ نه دیگه، باید گوش بدی ببینی نکات تلفظیش کجاست. What sport؟ ای نداره اوله sport. دوباره بگو. What sport do you do؟ ای نداره اولش. محمد میرهادی بگو. سارا زمانی بپرس. Sport. What sport do you do؟ سر موقع لطفاً، وقتی زمانتون گذاشت دیگه، چون بچه اینجوری وقت کلاس گرفته میشه. مینا صالحی بپرسه. What sport do you do؟ سارا زمانی جواب بده. یه بار دیگه میکروفون تو روشن کن جواب بده. I do play basketball. میشه؟ I play basketball. اینجا دو لزومی نداره بیارید. هرچند برای تاکید میتونی بگید I do play basketball. اونجا مفهوم داره، ولی اینجا لازم نیست بگید I do play. I play basketball. Okay? Okay. خب بریم بعدی. What did you lose when? Sorry. When یعنی چه موقع؟ Did گذشته do. When did you? چه موقع تو یه کاری رو کردی؟ داره اشاره میکنه به زمان گذشته. Lose از دست دادن. It اون چیزه رو. کی گمش کردی؟ کی گمش کردی؟ چه زمانی اون چیزه رو گم؟ کلید تو، پول تو. When did you lose it? When did you lose it? شهناز بگه. When did you lose it? یه بار دیگه. When did you lose it? مطمئنی دابلیتون رو دارید درست تلفظ میکنید بعد از 30 جلسه؟ When did you lose it? Okay. الان درست شد. دقت کنید لطفا. سلاله عدالتی بپرس. When did you lose it? Okay. نسرین معالی بپرسه. When did you lose it? It نیست. It. دوباره بپرس. When did you lose it? فرزانه بی کناری. When did you lose it? 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 Okay. نیلوفر میتونی جوابشو بدی؟ من جواب بدم؟ نه نیلوفر. I lost it yesterday. شیرین سرافرازی بگو پس فرد پری روز گمش کردم. میتونی؟ نه پری روز رو نمیدونم. بچه پری روز میشه the day before yesterday. The day before yesterday. خب حالا بگو I lost it. I lost it the day before yesterday. Okay. خب بیگ لری بپرس. استاد ببخشید. میشه بگیم مثلا پری روز بگیم the day before yesterday. Two days ago. یا آره میشه. اون خب ببینید فرمان جان، اون میشه دو روز پیش، این میشه پری روز. درسته تو فارسی هم دوتا کاملا کلمه جداست. مثلا شما میتونید میپرسید مثلا بگیم آقای ایکس کچل یا بگیم آقای کچل ایکس، در واقع فرقی نداره با یه نفر. بگم استاد. بفرمایید. When did you lose it? When did you lose it? فاطمه مشتوفر میتونی جوابشو بدی؟ I lost it two days ago. Or last year. You can say last month, last week, whatever. Okay? Or last night. I lost it. پس گذشته lose هم میشه lost. یک فعل بیقاعده است. Thank you. بریم بعدی. Are you free tonight? Are you free؟ نکات تلفظی. Are you یعنی آیا تو هستی، چی free؟ free یعنی فری میگیم ما تو ایران، نه؟ ولی اشتباه است. free. ببین اینجا هیچ صدایی وجود نداره. بین F و R صدایی وجود نداره. free. Are you free؟ آزادی tonight امشب. اوکی فقط همینه نکته تلفظیش. Are you free tonight؟ آر رو هم قبلا بهتون گفته بودم چجوری باید تلفظ کنید. زبان نزدیک سقف دهان. شهرزاد اسدی نژاد. Are you free tonight؟
Are you free tonight? I'm afraid not. شرمنده نه. بهناز جهانگیری زاده بپرس. Free. محمد میرهادی بگو امروز بعد از ظهر آزادی؟ Are you free this evening? This evening. Okay. نیلا بگو بگو فردا صبح بیکاری؟ بیکاری رو نمیدونم استاد. الان سفر رو میبینی یا نمیبینی؟ بله میبینم. وقت داری آزادی وقتی وقت داری آزادی بیکاری دیگه. Yes. Are you free this morning? Tomorrow morning. We are talking about tomorrow morning, not this morning. Yes. Are you free tomorrow morning? Okay. زهرا شمن بپرس. Are you free tonight? فاطمه تاجیک جواب بده. I'm afraid not. Okay. Very bad. Perhaps you are right. Perhaps یعنی احتمالاً. ممکنه. معادلش میشه probably. یا maybe. Perhaps. چیز تلفظی هم نداره. بلدید. ایرانی ها اینو درست تلفظ میکنن. You are right. موضوعی که توی تلفظ اینجا باید دقت کنی تلفظ آره. زبون نزدیک سقف دهان. Right. اولین چیزایی که کمک میکنه به اینکه ببینی تلفظ آر رو داری درست میگی یا ایرانیزه میگی right. هم معنی حق میده هم معنی سمت راست. اگر صدات رو ضبط کردی دیدی زبونت داره رر اینجوری میشه، خب بدون که داری اشتباه تلفظ میکنی، ایرانیزه داری تلفظ میکنی. اگر دیدی زبونت نزدیک سقف دهانت میشه ره میگی، طبیعتا داری درست میگی. حالا یه چیز خنده‌دار براتون بگم، من خودم به سختی دیگه میتونم ر فارسی رو تلفظ کنم، چون معمولا بیشتر مکالمه روزانه انگلیسیه و باعث میشه که خودم مثلا نمیدونم، دست خودم نیست، به تب وقتی که میخوام بگم ر برام سخت تر، یعنی زبونم به عقب، گفته بودم آرایش زبانی زبان انگلیسی عقب تر از زبان فارسیه، به اون سمت متمایله و طبیعیه این موضوع. سومی برومند بگه. Perhaps you are right. شهناز دباغ بگه. Perhaps you are right. سلاله عدالتی بگه. Perhaps you are right. اینا که میخونم به ترتیب بگن. بیگلری، پروانه، شیرین، افرازی. میکروفوناتون رو باز کنید. من مجبور شدم قطع کنم. بگی. Perhaps you are right. Perhaps you are right. اوکی، آفرین. دیگه نبود. فاطمه کاشی، آرمان گلزار، محمد میرهادی، نیلوفر ظهیری. Perhaps you are right. آفرین. Perhaps you are right. آفرین. Perhaps you are right. اوکی. حالا بذار سختش کنم. علی فعال. خوشتیپ محل. سلام علیکم. علی جان میتونی بگی قطعاً حق با شماست؟ Absolutely. Certainly you are right. یه بار دیگه بگی. Certainly you are right. آره، certainly یا absolutely. Yes. Absolutely you are right. یه بار دیگه بفرمایید. Absolutely you are right. اوکی. مریم پوریا بگو perhaps you are right. Perhaps you are right. اوکی. تو ترکیه استانبولی میگن کسینیکله یعنی قطعاً. زبان جالبیه. سارا زمانی بگو perhaps you are right. Perhaps you are right. نیلا بگه. Perhaps you are right. لیلی فرامرزی بگه قطعاً حق با شماست. Perhaps you are right. گفتم بگو قطعاً. دقت کن. مینا صالحی. Certainly you are right. Absolutely you are right. Okay. بریم بعد. I think you are wrong. فکر کنم اشتباه میکنی ها. این که
کلاس رایگان گذاشتی، بچه ها رو جمع میکنی، آموزش رایگان میدی، فکر نمیکنم کار درستی باشه. I think you are right. I think you are wrong. I think تیهچش رو قبلا گفته بودیم. زبونت زیر نیش دندونه بالا، در همون حالت که نگه داشتی میگی سه سارا. آیش هم آیه کوتاهه. برای بار هزارم دارم میگم، چون هنوزم دارم میبینم بعد از اینکه این همه کار، البته اینجوری نیست، کسایی که واقعا تمرین میکنن اصلاح میکنن خودشون رو، با کلاس اومدن تنها نمیتونی اینا رو اصلاح کنی، باید تمرین کنی درسای گذشته رو. اوکی okay. I think، پس نگفتم think، I think یه کوتاهه. You are wrong. اینم خونده نمیشه. I think you are wrong. یکی بگه I think you are right. یکی بگه I think you are wrong. وقتی خوندم اسما رو. اوکی؟ ببخشید. خواهش میکنم. فرزانه بیکناری، فاطمه تاجیک، نسرین معالی، فهیم عرافی. پشت سر هم. I think you are wrong. I think you're wrong. You're nice. You are. You are wrong. I think. اگه میخوای به چسبونی میشه you are. یه آر اونجا آی وجود داره. این با your فرق میکنه. Your یعنی مال شما. I think you are right. You are wrong. Okay. بهناز جهانگیر، شهناز، شهرزاد ببخشید. I think you're wrong. آفرین. آرمان گلزار، شیرین سرافرازی. I think you're right. نفیسه شیرزای، فرخنده قصری. I think you're right. آفرین. حداقل یکیتون بگین right. مریم پوریا، محمد میرهادی. I think you are right. اوکی. آه بعضیتون همچین تو دماغی میکنین wrong. معلوم نیست right یا wrong. همچین دو پهلو حرف میزدین. I think you are wrong. الان معلوم نبود چی گفتم دیگه. نیلوفر قشنگ واضح بگو ببینم چی میگی. I think you are wrong. آها. فاطمه کاشی برعکسشو بگو. فاطمه کاشی. I think you are right. آفرین. پروانه بفرمایید. I think you are wrong. بیگلری بگه. I think you are right. آفرین. You did a great job. الان شما این بچه‌هایی که کلاس‌ها رو رفتن تمرین کردن، به نتیجه رسیدن و دیدن که چقدر تأثیر داشته در یادگیریشون این کلاس‌ها و تمرین کردن‌ها، میگه you did. بچه‌ها نمیگم دیدا، دید نیست. دوباره اینجا یه کوتاهه. You did a great great. ببین اینجا هم صدایی نمیبینی. ببین اینجا رو، اینجا صدایی وجود نداره. Great. Great نمیگی ها. You did a great job. کار بسیار عالی انجام دادی. سلاله عدالتی بگه رومون رو سفید کنه ببینیم. You did a great job. آفرین. زهرا شمن بگه. You did a great job. Great. شهناز بگه. You did a great job. نیلا بگه. You did a great job. یه لحظه ببینم اینا که نه. سومی برومند بگه. You did a great job. مهدی کسایی بگه. You did a great job. آفرین. الهام خه بگه. الهام. You did a great job. Great نیست. Great job. F مسرور بگه. You did a great job. اوکی. حیف نیست شرکت نمی کنی مسرور. اگر بلدی بچه، اگر هم بلدی مثل بخشنده باشید. یه قانونی تو دنیا وجود داره، کسایی که دست بده دارن برنده، همیشه خوشبخت‌ترن. اینو بهتون بگم قانونه. منم بگم
ادامه دارم صحبت میکنم آرمان جان. الان شما اگر بلدی اومدی تو کلاس مثل نیلوفر. نیلوفر بلده اینا رو. فقط میاد اینجا رفع اشکال کنه و میاد که از رهگذر بیان یک جمله دو نفر دیگه یاد بگیرن. بخشنده باشید. اگر بلدید شرکت کنید، بذارید از تلفظ درست شما دو نفر دیگه یاد بگیرن. برای خودتون من. فیروزه جذبانی بگه. You did a great job. Okay. اون ا میچسبه به دی در did. حسن بگه. You did a great job. Did نه حسن. Did. You did a great job. آفرین. مهدی گفت. ببینم کیا نگفتن. هری جلیلیان. بگو ببینیم. طاهره تاجیک. You did a great job. طاهره تاجیک. آرمان اگه لازم باشه من خودم صدا میذارم نه؟ زهرا شمن که گفت. الان بگو آرمان. اوکی. شما درسای قبلی رو سعی کن بشینی تمرین کنی گل آرمان. قطعا گفتم تمرین درسای گذشته به مهمتر از کلاس شرکت کردن. I accept your offer. الان من بهش توصیه کردم با توجه به رشدی که آرمان داشته که بره کلاس‌های قبلی رو شرکت کنه. بچه‌ها تمرین درس‌های گذشته بسیار مهمه. اگر اینجوری بود ما فقط کلاس رو برگزار می‌کردیم و پی خودمون می‌رفتیم. پس اینکه ضبط می‌کنیم براتون در دسترس می‌ذاریم هر جای دنیا بتونید استفاده کنید دلیل داره. I accept your offer. Offer یعنی توصیه یا پیشنهاد. در واقع پیشنهاد. I accept. Accept نیست. Accept. شواست. بین ا و ا. I accept. ببین اینجا آی دیگه نه؟ یه داره تهش. میچسبه به این. I accept your offer. Your offer. I accept your offer. پیشنهادتو میپذیرم. سارا فروزنده بگه. I accept your offer. Accept. سارا زمانی بگه. I accept your offer. Okay. شهرزاد اسدی نژاد بگه. I accept your offer. بهناز بگه. شاپور عبدالله نژاد بگه. I accept your offer. I accept your offer. Okay. دکته خاص دیگری نداره. میریم بعدی. I reject your offer. I reject. Reject یعنی چی؟ رد کردن. Reject میکنم. پس میزنم. I reject your offer. نیلوفر بگه بعد فاطمه بگه بعد مینا صالحی. I reject your offer. I reject your offer. Okay. I reject your offer. فاطمه تاجیک، فرزانه بی کناری. I reject your offer. I reject your offer. Your offer. آرهاتونم اوکی. اوپنهایمر بگو. I reject your offer. بیگلری بگو. I reject your offer. نفیسه شیرزای بگو. I reject your offer. اوکی. ممنونم. اوکیه. داریم بعدی. How is your day going? How's it going? یه دونه چنیدین احتمالاً. How is it going؟ اینجا به جای your day میتونه it باشه. How's it going؟ یعنی چطور پیش میره؟ اشاره میکنه به کلیت ماجرا، به اوضاع احوال. اینجا روزت رو داره میپرسه. How is your day going؟ اگه بخوای بچسبونی میشه how is your day going؟ How's your day going؟ این شکست و برخواسته باید باشه. How's your day going؟ نمیتونی بگی how's نمیتونی بگی. How's اون چیزی که تو خونه‌های قدیم ایران وجود داشت. فهیم عرافی، How's your day going؟ How's your day going؟ پروانه، How's your day going؟ آفرین. میرهادی، How's your day going؟ یکی یکی که میخونم، یکی میگه How's it going؟ یکی میگه How's your day going؟ نسرین معالی، نفیسه شیرزای، How's it going؟ How's it day going؟ اوکی.
شیرزای. How is your day going? Okay. فرخونده. How's your day going? Okay. Okay, how's your day going? It's going great. I think you did great. یه دونه داشتیم. I reject اینجا. You did a great job. حالا میگه I think فکر میکنم you did تو انجام دادی great عالی. فکر کنم کارت عالی بود. I think you did great. فکر کنم کارت عالی بود. عالی انجام دادی. شمن صفت بگه I think you did great. I think you did great. Okay. شهناز دباغ I think you did great. I think you did great. Great, great. Great. برومند بگه I think you did great. I think you did great. Okay. سلاله عدالتی I think you did great. I think you did great. Great. پری جلیلیان I think you did great. I think you did great. بیگلری بگه سویلا بگو فکر کنم عالی هستی. I think you did great. بیگلری سویلا بیگلری I think you did great. I think you did great. زهرا صدا تو دامرم داره میشنوه. عذرخواهی میکنم. باید میکروفون تو خاموش کنی. حجاب داریم ما اینجا. خب این که نه تو نیلا میتونی بگی؟ بگو فکر کنم عالی تو. نیلا لیلا. یه بار توضیح میدید ببخشید. نه دیگه نمیشه. علی فعال. بگو فکر کنم عالی. فکر کنم تو عالی هستی. علی فعال. I think you are great. You are. I think هم نه علی جان. I think. I think. I think. I think you are great. I think you did great. I think you are great. یعنی فکر کنم تو عالی هستی. حالا میخوام بگم فکر کنم داری عالی انجام میدهی. I think you are doing great. You are doing great. یعنی حال استمراری. حالا میخوام بگم عالی انجام دادی گذشته. I think you did great. Okay? حالا میخوام بگم فکر کنم عالی انجام میدی. I think you do great. پس you do بین you are do you do و you are doing برمیگرده به اون استمرار کار. Okay, nobody understands me. Nobody understand me. Understands me. قبلا گفته بودیم که nobody, anybody, everybody. اینا در از نظر جایگاه گرامری سوم شخص در نظر گرفته میشن. اینجا هم اگر توجه بکنید ملاحظه میفرمایید که اس سوم شخص understand اس سوم شخص گرفته. Nobody understands me. همونطور که ولش کن. Nobody understands me. هیچ کس منو درک نمی کنه. هیچ وقت هیچ کس حرف منو نمی فهمه چی میگم. نیلا بگه. آه نیلا که نگفت. صداش نیومد. بهناز بگه. Nobody understands me. Nobody understands me. Understands me. آره تو باید درست کار کنی. لیلی فرامرزی بگه. Nobody understands me. نسرین توسلی بگه. Nobody understands me. طاهره تاجیک الان کلاس اومدی صدا میشنوی صدا میاد طاهره تاجیک اوک زارا نمیشنوی سومی برومند nobody understands me nobody understands me آرهاتو درست کن شهرزاد اسدی نژاد nobody understands me آرهاتو درست کن شاپور عبدالله زاده Nobody understands me. ممنونم. نازی. Nobody understands me. نازی. نازی. نفیسا شیرزای. Nobody understands me. Nobody understands me. رو آراتون کار کنید. محمد میرهادی. Nobody understands me.
Nobody understands me. رو آراتون کار کنید. مینا صالحی. Nobody understands me. Nobody understands me. قابل قبوله. معصومه قربانی. Nobody understands me. Nobody understand me. میخواستم بگم everybody understand me. نه دیگه. الان توجه نکردید. یه چیزی رو جا گذاشتید. Nobody understand me. الان متن رو میبینیم. آه اسش بله. Understands me. Yes, yes. Okay. Yes, okay. الهام خه. Nobody understands me. Nobody understands me. آفرین. نازی که همین الان جوین شد. Nobody understands me. نازی. Nobody understands me. اوکی. آرات رو آراتون کار کنین. جلسات قبل در موردش صحبت کردیم. علی فعال. Nobody understands me. Nobody understands me. رو آرتون کار کنید علی جان. زبان نزدیک سقف دهان. دوباره بگین. Nobody understands me. بهتر شد. امین رضوی. Nobody understands me. Nobody understands me. رو آرت باید کار کنی. نزدیک سقف دهان. بهناز جهانگیرزاده. استاد من میتونم بگم؟ Nobody understands me. بگو نیلا. Nobody understands me. اوکیه. بیگلری بگه. Nobody understands me. اوکی. بچه ها ببین اینجا آره تو سعی کنی تمرین کنی همینجا درست کنی. من الان میشنوم رفع اشکالت میکنم. خب همین مسیر رو ادامه بده. دوباره خرابش نکنی. یه جایی دوباره یه کلمه آر اومد نری دوباره خرابش کنی. اوکی پس سعی کن همین آر رو همینجا یاد گرفتی همیشه دیگه ادامه بدی. همین رو. پروانه بفرمایی. Nobody understand me. بهتره ولی با تمرین میتونید بهتر رو بگید. یه بار دیگه بگید. Understands me. Understand me. اس هم داره. Understand me. اس داره آخرش. Understands me. Understands me. اوکی. مشتوفر بگه. Nobody understands me. Okay. We all agree with you. We all agree with you. من الان یه چیزی گفتم. شما همتون گفتید we all agree with you. With. اینجا چیه؟ W حالت دوم تلفظ TH with. اینجا هم ای کوتاهه. With. We all agree with you. اولش هم میتونی حذف کنی. We agree with you. ما باهات موافقیم. We all agree with you. یعنی هممون باهات موافقیم. پری جلیلیان بگه We all agree. Re زبون نزدیک سقف دهان. We all agree with you. We all agree with you. With you. With you. Okay. مثل بادکنکه که فشارش میدی. از این ور که فشار میدی یا مثل خمیر. از اینجا که فشار میدی از اون ور میزنه بیرون. میای الان آرش رو درست کنی چون تمرینت کافی نبوده یه کوتاه میزنه بیرون. پس یه بار بگو agree. اینجا که درست شد بعد بگو with. بعد we all agree with you. اوکی فاطمه کاشی we all agree with you. نه دیگه الان گوش نکردی. we all agree. یه بار دیگه بگو. We all agree with you. هنوز داری نزدیک وی میگی دابلیو تو. With. الان درست. Yeah. بگو دوباره کامل. We all agree with you. با تمرین بهتر. We all agree with you. Thank you. Okay. مریم پوریا بگه. We all agree with you. With you. بسیار خوب. We all agree with you. Forget it and move on. فراموشش کن و بگذر. Forget it and move on. Forget it. اینجا اگه بخواید یه مقدار روان‌تر بگید میشه forget it. And move on. Move on خودش یک فعل عبارتی یعنی بگذر. Forget it. او it برمیگرده به اون ماجراه. حواست باشه نگی forget it and move on یا forget it and move on فراموشش کن و بیخیالش رو بگذر. Oppenheimer forget it and move on.
Forget it and move on. بگذری بگه. Forget it and move on. اوکی. ببینم کیا نگفتن. حسن بگه. Forget it and move on. اوکی. عالی شده. فرخونده جان پرزنت نکن. انگولک نکن. فرخونده خانم. خب الان درست میبینید بچه سفر رو؟ علی الان درست شد آره. آتیه خاجی. میشنوی صدا ما آتیه؟ آتیه خاجی. خجی. آتیه خجی. اف مسرور. الهام خ. Forget it and move on. فهیم عرافی. Forget it and move on. الان من توضیح میدادم حواست کجا بود؟ همینجا بود استاد. درسای گذشته رو شما تمرین نمی کنید. درست میگم؟ چرا استاد من اتفاقا الان از روزی که آشنا شدم دارم هر روز 3-4 ساعت درسای قبلی رو کار میکنم. اشکال کارتون رو میگم کجاست خوب دقت کنید بهش. تمرین میکنید ولی توجه نمیکنید. این خیلی مهمه. میتونم یه دفعه دیگه بگم؟ بگید. Forget it and move on. یه بار دیگه بگین. Forget it and move on. اوکی. حالا من اشکال کارتون رو گفتم که بدونید مشکل کار کجاست. دیدین اینایی که بهشون میگن ورزش کنید، ورزش کردن خب باید با عضلاتتو باید مثلا نرمش کن. بهش میگن باید عضلاتتو بیاری بالا پایین ببری مثلا، ولی دستشو پرت میکنه این آدم، خب این عضله رشد نمیکنه. پس فرق بین توجه کردن به درس و بچه من دارم روش درست یادگیری رو بهتون میگم، پس توجه کنید. فیروزه جزبانی بگه. Forget it and move on. Forget it and move on. هری جلیلیان. Forget it and move on. Forget it and move on. اوکی. فاطمه کاشی. Forget it and move on. اوکی. فاطمه تاجیک. Forget it and move on. پروانه. Forget it and move on. آفرین. مینا صالحی. Forget it and move on. یاسمن تقویان. مشتوفر بگه. Forget it and move on. بچه ها forget it خودش یک عبارت کامل، یه جمله کامله. اینجا forget it خودش یک عبارت forget it خودش یک جمله کامله. اینجا move on هم خودش یک جمله کامله. فراموشش کن و بگذر. اینجا با یه and به هم وصل شدن. Forget it and move on. فراموش کن و بگذر، بی خیالش شو. آتیه خاجی بگه. کجا بودی دختر پس؟ آتیه خاجی دستت بالاست بگو دیگه. میکروفون رو روشن کن. جلسه اولشه بچه. اوکی. May God preserve you. قبلا یه مورد مشابهشو گفته بودیم. کسی یادشه دستش بالا. هر کی یادشه دستش بالا. God bless you. یکیش بود. شهناز چی بود؟ God bless you. یکی دیگه شهناز. Bless نه. Bless. 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 God bless you. یکم God preserve. Preserve you. همین بود. دقیقا همین بود. May God preserve you. همین بود. استاد همین دقیقا. May God preserve you. خداوند نگهدار شما باشه. May God preserve you. حتی میتونی میش هم برداری. God preserve you. این هم استفاده میشه. ولی منظورش May God preserve you. یعنی انشالله که خدا حفظت کنه. اون May God همون معادل انشالله به یاری خدا. فارسیش میشه به یاری خدا. May God preserve you. خداوند به یاری خداوند خدا تو رو حفظ کنه. به یاری خودش خودش تو رو حفظ کنه. بگلری بگه May God preserve you. May God preserve you. Preserve. اوکی. حمیده پاپی. May God preserve you. May God preserve you. شیرین سرافرازی.
May God preserve you. May God preserve you. Nilufar. May God preserve you. May God preserve you. Nasrin Tavassoli. May God preserve you. May God preserve you. Preserve. Tajik. Fatima Tajik. May God preserve you. May God preserve you. Okay. Nothing will go wrong. میخوام بگم که خیالت راحت باشه. هیچی اشتباه نمیشه. اگر طبق این روش هایی که بهتون گفتم طبق روش ها کار کنید، طبق این روش ها تمرین کنید، nothing will go wrong. هیچ چیز اشتباه نمیشه. یادگیری در شما اتفاق میفته. دنبال چیزهای یه شبه نباش. این کار دزداست که میاد فقط بزنه بره. به دنبال سازندگی نیست. میاد چیکار کنه؟ میاد فقط ببینه چی هست ببره با خودش. کسی که به دنبال فکر سازندگیه برای 50 سال آیندهش پلان میچینه. چرا ما ایرانی ها برنامه ریزی بلد نیستیم؟ خیلی بده بچه ها. من دارم میبینم. من خودم این تجربه سا خودم تا حالا راستش رو بگم تجربه شو مثلا این که ببینم چقدر با برنامه ریزی درس میخونن چینی ها به خصوص. عجیبن این موجودات. یعنی من دارم از ملیت های مختلف ولی برنامه ریزی که اینا دارن برای درس خوندنشون باشون مثلا کار میکنی باشون کلاس میگیری که چجوری درس میخونن چجوری تمرین میکنن چجوری ارائه میدن اصلا این موجودات تو برنامه ریزی عجیبن. اینا تا همین 10 سال پیش ببخشید دارن اینو میگم بچه هایی که ایرانن شاید خیلی با چینی ها ارتباط نداشته باشن یا خیلیتون شاید داشته باشید اینا تا 10 سال پیش توالت هاشون عمومی ببین دیوار نداره توالت هاشون یعنی اینجوری زندگی کردن اینا ولی جوری اینا رو بار آوردن برنامه ریزی دارن برای همه چیشون پلان میچینه برای خودش ماها نه الان من ببین شوخی نداریم که من الان بهت بگم برای هفته بعد پلان یادگیری چی نمیدونی چون اینجوری ما رو بار آوردن متاسفانه بچه ها به فکر یادگیری باشه جدی پلان بچینید براتون من دارم با بچه ها کار میکنم یه سری پادکست ها براتون آماده بکنیم که در این مورد صحبت بکنیم که چجوری برنامه ریزی کنیم برای یادگیری حتی برای زندگیمون اوکی؟ شهرناز دباغ nothing نکات تلفظی شو بگم ول کن نکات تلفظی nothing اینجا th داریم حالت اول تلفظ th nothing اینجا آی کوتاه داریم nothing اینجا w داریم لبها حالت بوسه ببین همه چند تا مشکل تلفظی ما ایرانی ها داریم کلن اینو من 6 ماه حداقل رو پیپری که دادم روش کار کردم ببین این چند تا اشکال تلفظی ما ایرانی هاست این چند تا عمدش تو انگلیسی تو زبان انگلیسی یکی این که w رو نداریم که اینجا عکسشو گذاشتم آقا w رو لبها تو این شکلی لوله ای کن یکی TH حالت اول زبون زیر نیشه دندون بالا میگی سه یکی هم حالت دوم تلفظ TH زبون زیر نیشه دندون بالا میگی زه یکی هم R زبون نزدیک سقف دهان به جای اینکه بگی ر این چند تا رو درست کن دیگه سخت نیست یه توی جملاتی هم که داریم با هم کار میکنیم مثل الان nothing will go wrong همه شون اومدن البته به غیر از TH حالت دوم nothing will go wrong همشون اومده از بخت ایرانی ما شهناز دباغ هم ببین کی هم دستش بالاست شهناز دباغ بگو nothing will go wrong W رو یه بار دیگه بگو will nothing will go wrong آفرین به استمرار شما محمد میرهادی nothing will go wrong nothing will go wrong فهیم عرافی nothing will go wrong Nothing will go wrong. Nothing is nothing. Nothing will go wrong. Nothing. Nothing. Okay. Maryam Puria, nothing will go wrong. Nothing will go wrong. Afari. Shirin Sarafrozi, nothing will go wrong. Nothing will go wrong. Fatima Kashi, nothing will go wrong. Nothing will go wrong. Will go wrong. Nilufar بگه Nothing will go wrong. آفرین. Oppenheimer Nothing will go wrong. Will go wrong. Will. Will go wrong. Will. لیلی فرامرزی Nothing will go wrong.
Nothing will go wrong. Okay. I have to talk to you. I have to یکی از ساختارهای بسیار پرکاربرده، یعنی که من باید یه کاری رو انجام بدم. چه کاری؟ I have to talk to you. من باید باهات صحبت کنم. I have to اینجا تقریبا نزدیک به ف میشه تو گفتار. I have to خودش خود به خود میشه، مثل شنبه که میشه شنبه. خب اینجا هم I have to میشه I have to، نزدیک ف میشه اینجا. I have to talk to you. من I have to اشاره میکنه برای یعنی یه کاری رو من باید بکنم، یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم. I have to، من باید چیکار کنم؟ talk to you، من باهات باید صحبت کنم. بعد از I have to فعل در حالت ساده خودش میاد. talk یعنی صحبت کردن. I have to do something، من باید یه کاری رو انجام بدم. I have to eat less، من باید کمتر بخورم. I have to learn more، I have to practice more، I have to talk less. میبینید فعل در حالت ساده میاد. اونایی که میتونن تکمیل کنن به غیر از این که بگین I have to talk to you، دستاشون بالا. اوکی. مریم پوریا بگو. I have to practice to you. Practice. I have to practice more. I have to practice more. Okay. Oh yes. سارا فروزنده. I have to do exercise. I have to do exercise. Exercise. Okay. Exercise. Okay. فاطمه مشرفر. I have to learn English. آفرین. حسن بگه. حسن صدا نمیاد. I have to talk to you about learning English. I have to talk to you about learning about English. Okay. حمیده پاپی. I have to do dishes before midnight. I have to do the dishes. Do the dishes. Before midnight. Thanks. Yeah. سهیلا عدالتی بگه. I have to play football. Of course. فاطمه تاجیک. I have to go. باید برم. بچه ها این جمله سازیه، به جای اینکه ما 25 تا جمله یاد بگیریم، همینجا این جمله سازیه رو با هم کار کنیم و بقیه که دارن جملات رو که یکی یکی میان بچه ها میسازن تکرار کنن، خودش کلیه دیگه. پس لطفاً بیایید شرکت کنید. امین رضوی. I have to play tennis. Tennis. آفرین. I have to play tennis. Tennis. هم ببین، هم داری جمله سازی یاد میگیری، هم داری بیان میکنی، هم داری میشنوی، هم داری رفع اشکال میشی، اونم مفت، مثل نماز میت که مشهد یا عاشقشن. هم وضو نمیخواد، هم نهار میدن بعدش، همین که یه چیز یه وضعیت دیگه هم داشته، مشهد یا خیلی دوستش داره. زهرا شمن بگه. I have to eat lunch to you. منظورتونه که با تو نار بخورم؟ بله. این الزامو نمیرسونه، ولی من اگه میخوای جملهشو بسازی میشه I have to eat lunch with you. نسرین معالی بگی. جانم حسن. Talk with you متفاوت میشه. talk to you حرف اضافه talk to with نیست. اوکی؟ پس with نمیشه استفاده. نه، حرف اضافه مناسب talk to. talk to someone با کسی حرف زدن، نمیتونید بگید talk with. این یکی از اشتباهات رایج انتقال زبانیه بهش میگن.
شما از زبان فارسی داری ترجمه میکنی بعد فکر میکنی که بعد میکروفون خام میشه فقط. آره الان بعد خب نسرین میخوایش من نسرین معالی. I have to cook for dinner. Meatball. I have to cook meatballs for dinner. کوفته قلقلی باید درست کنم برای شب. I have to cook meatballs for dinner. Okay. لیلی فرامرزی بگه. حسن الان چیه مشکل؟ I have to drink some water. I have to drink some water. لیلی فرامرزی بچه نیویورک. فرخنده قصری جمله بساز. I have to have a car. I have to have a car. I have to have a car. من باید ماشین داشته باشم. اوکی. منظورتون اینه که بخرید از کجا باید بیارید؟ I have to study. پری جان یه ذره اجازه میدی بگیم بچه‌ها. من منظورم این بود که باید داشته باشم به صورت کلی. I have to own a car. بهتره بگید. اون گویاتر. میشه بگید I have to have a car. I have to have a car. اوکی؟ بله. اوکی. اینم میتونیم استاد بگیم I have to practice dance. I have to do practice dance. I have to practice dancing. Dance. Yeah, I have to practice dancing because بعدش because چون که بعدش باید حالتش عوض بشه، یعنی نباید دو تا فعل رو پشت سر هم بیاری و دانس کلا فعل. I have to practice dancing. من باید رقصیدن رو تمرین کنم. ممنونم. خواهش می‌کنم. شهناز دباغ گفتی شهناز یه بار نه؟ نه نگفتم. بگو دختر. بگم. I have to talk less, smell more. I have to talk less, smell more. Smile. Smile. از دیکشنری صوتی بیشتر استفاده کن. اوکی؟ شما بیشتر از دیکشنری صوتی استفاده کن تلفظ داری. یا از IPA شدیداً با توجه و دقت بیشتری چون همین جوری یه چیزایی میخونی بدون درست تلف بدون تلفظ درستش. نیلوفر جمله خواهش کنم. نیلوفر جمله بساز. I have to go at work on time. I have نه یه بار دیگه بگو. I have to go at work to. No. حرف اضافهش اینجا توه at نیست. I have to go to work. Work on time. Yeah. Okay. یه بار دیگه بگو کامل جمله رو. I have to go to work on time. Okay. I have to go to work on time. But I suggest you to go to work in time, not on time. قبلا گفته بودم. In time یعنی یه ذره زودتر از موعد. On time یعنی دقیقاً به موقع. فهیم عرافی جمله میخوای بسازی؟ Yes, I have to lose weight. I have to lose weight. انقدر غذای چرب نخور تا خودش lose weight درست میشه. ایرانی عزیز. روغن. Yes. یه استاد داشتیم سالها پیش. میگفت شما سنگ بریز، قلوه سنگ بریز، روغن بریز روش. ایرانی ها دست و پا میشکنن من. بابا غذای سالم بخور چرا انقدر روغن میریزی؟ که بعدش you have to lose weight. حالا به شما نمیگم فهم برای خنده میگم. پروانه بگه. من رو گفتین استاد؟ بله، اگه افتخار بفرم. میکروفون تو خاموشن. بخشید. I have to go pharmacy this afternoon. I have to go to. To بچه pharmacy. وقتی قرار جایی برید. Go to. یه بار دیگه بگین. I have to go to pharmacy this afternoon. This. یه بار دیگه. I have to go to pharmacy this afternoon. This afternoon. حالا روون بگید. I have to go to pharmacy this afternoon. I have to go to pharmacy this afternoon. Okay. روی هر جمله بارها تکرار مسلط روون بعد میرین جمله بعد. شهرزاد اسدی نژاد بساز ببینم چی میسازی. I have to purchase a plant. یه بار دیگه بگو. I have to purchase a flat. I have to purchase a flat. افلات. گفتی؟ آره. In, okay. I have to purchase a flat. Yes. Purchase معمولاً
تو چیزای بزرگ مثلا مثل ساختمون یا آپارتمان بهتره بگی buy. Buy. Purchase. آره. خرید. ببین درسته ها. مثلا میشه purchase میشه خرید کردن. Buy یکم فرق میکنه. یه حالت بزرگتری داره. میدونی؟ بله. Okay. بله. پرچس هم میتونی بگی معنی میده ولی اوکیه دوتاش هم درست اوکی. یاسمن تقویان بیگلری بگه یاسمن صداش نمیاد. I have to write a word write a word میچسبونی به هم درست بود استاد؟ بله عزیزم آفرین بر شما مرسی. سومی برومند I have to come visit to you یه بار دیگه بگی؟ I have to come and visit you. I have to come there and visit you. بعد دقیقا کامل صحبت کنید دیگه. چون I have to come there and visit you. یاسمن تقویان میگه استاد نت بسیار داغونه. شما فیلتر شکن تو خاموش کن اوکیه. بچه ها نیازی به فیلتر شکن نیست. ما دلیل داره رو گوگل میت آوردیم کلاس و بالا. چون نیازی به هیچ فیلتر شکنی نداره. شما بدون فیلتر شکن میتونی استفاده کنی. نگید نمیشه که من خودم شبان روز کارم همین. صدها زبان آموز تو ایران دارم همین الان کار میکنیم. یاسمن گفت نشد. نسرین توسلی هم بگه. I have to wash hands now. Okay. I have to wash my hands now. دستات بوی پیاز میده نسرین توسلی. I have to wash my hands. درست گفتم؟ نه به خدا. بله. محمد شوخی کرد. محمد میرهادی بگه. I have to go swimming. I have to go to swimming. آتیه بگه ببینم صداش میاد آخرش یا نه. میکروفون تو روشن کن آتیه. روشنم. آره عزیزم بگو. I have. بذار مامان بگه بعد شما بگو. بگو عزیزم. بگو آتیه بگو روشن کن. بگو. روشنه. استاد روشنه. بله عزیزم بگو. I have to meet you. میخوای بگی باید باهات ملاقات کنم؟ بله بله. I have to meet you. I have to meet up with you. یک فعل عبارتی داره. بهتره اینجوری. I have to meet up you. I have to arrange a meeting with you. بهتره اینجوری بگید یا I have to make a meet up with you. یه مقدار میت کردن یکم اینجوری هم بعد ادامه بدید یعنی فعلش رو بعد کامل بگید. I have to make an arrange to meet you بعد ملاقات کنم که تو رو ببینم یا I have to meet you. میت یو خالی تو رو نباید بذارم. نه نداره. I have to meet you. اوکی. I have to meet you. ساده ترینش میشه I have to meet you. باید ببینمت باید ملاقاتت کنم. بعد جمله اول چی بود استاد؟ جمله اولم یه بار دیگه بگین. I have to arrange a meeting. I have to arrange a meeting with you. بعد یه قرار ملاقات باهات ست کنم. درسته. میرهادی اگه نگفتی. استاد میشه من یه جمله رو بگم اینی درسته یا نه؟ داریم میرسیم. شمن. یکی اینو میخوام همتون بسازید. بی کناری بده. میشه سلین بگه. سب کنیم بچه ها آب مال بچه هست. سلین بگه. I have to go to the kitchen because I'm hungry. ای کلک شکمون. ای شکمون. Go to the kitchen. Go to the chicken and have something. هوا یاد گرفتی کجاست؟ اینجاست. دقت کردی؟ کی بود هوا ای تو پرسید؟ ببین اینجا میگم میتونی بری آشپزخونه یه چیزی بخوری تو فارسی میگیم ولی اینجا میگم have something یعنی یه چیزی برداری داشته باشی نوش جان کنی. پس اون ایت لزوما به یعنی دندونات بخوره به هم یه چیزی بجویه ولی have something یعنی کلا یه چیزی میتونی برداری بخوری. فرزانه بی کناری جمله بسا I have to eat less.
I have to eat less. Okay. آفرین. اوپنهایمر بگو. استاد میشه بگم I have to forget this history. I have to forget the... خب چه تاریخی منظورته؟ مثلا چه میدونم چه تاریخی رو بگم. I have to forget your name. باید اسمتو فراموش کنم. I have to forget your name. بعد از I have to فعل در حالت ساده میاد. خب فاطمه کاشی بگه. I have to repair my car. ببخشید عجیب و غریب بود شنیدنش از شما و بعید. یه بار دیگه بگو. I have to repair my car. شما بستن؟ از دیکشنری صوتی بیشتر استفاده کن دخترم. Repair. Repair. Fix هم میتونیم بگیم استاد. Yes, I have to fix my car. Yeah, I have to repair my car. Repair. Okay, repair. شیرین سرافرازی. Yeah, you have to keep a secret. You have to keep a secret. یه بار دیگه بگو. You have to keep a secret. آفرین. باید راز رو نگه داری. اما راز رو وقتی به یه نفر اول گفتی دیگه راز نیست. حالا به شیرین نمیگم ولی توی دهن لق که خودت نتونستی رازتو نگه داری به نفر اول گفتی، خب چطور انتظار داری اونم نگه داره؟ اونم نگه نمیداره. در این مورد میفرماید راز خود با یار خود هرگز مگوی، یار را یاری بود، از یار یار اندیشه کن. به به، ادبیات فارسی بسیار قشنگه. من فن بیانم تدریس میکنم و میکردم و میکنم الان بچه ها. آتیه خاجی بگو. گفتی آتیه یه بار. اوکی. آتیه گفته. مینا صالحی جمله تو بساز. I have to shower before work. یه بار دیگه بگو. I have to shower before shower. Work. Shower. Shower. Shower before work. I have to shower before going to work. Before going to work. I have to take a shower before going to work. بهتره اینجوری بگی. Take a shower. Shower فعل عبارتی آره. I have to shower. یکم الکن جملش. I have to take a shower. یعنی باید دوش بگیرم before going to bed or work, whatever. I have to take a shower. Okay? Thank you. Okay. همونطور که میگیم ظرف شستن doing the dishes، دوش گرفتن هم میشه take the shower. Okay. مینا صالحی گفت. شاپور بگو عزیزم. صدات نمیاد. مسرور بگی. F مسرور. I have to go walking. I have to go for walking. یا I have to go for a walk. یا I have to go for walking. یا I have to go to walk. همشو میشه. میرسونه. مفهوم رو میرسونه. اصلا نگران نباش. بله. فهیم عرافی. جمله میخوای بسازی؟ استاد میخواستم بگم اگه بخوام بگم I have to walk on the beach. I have to walk on the beach. Yeah. Yeah, میخوام تو ساحل قدم بزنم. I have to walk on the beach. علی فعال امروز به جای همتون قول میده بره on the beach قدم بزنه. چون مونتراله. بیچ هم دارن. درست میگم علی؟ سلام. بله ولی امروز قول نمیدم بهتون. اوکی اوکی. آره گرمه یه ذره امروز. I have to go for a walk on the beach. زهرا شمن دوست بگه. شمن صفت. I have to take my blood pressure. I have to take your check. I have to check my blood pressure. من باید فشار خونم رو چک کنم. Mm-hmm. Check. I have to drive this night. یه بار دیگه بگی. I have to drive this night. منظورتون چیه؟ This night رو متوجه شدم ولی منظورتون چیه try؟ رانندگی کردن. Oh, drive. I have to drive tonight, not this night, tonight, right?
Thank you. Because I'm traveling to Toronto, I have to drive tonight. Because I'm traveling or I'm moving to Toronto. یعنی خونم رو دارم میبرم. I'm moving to Toronto, Toronto. That's why I have to drive tonight. خب بذار ببینم یاسمن چی میگه اینجا. I have to go to the hospital. بلا دوره. I have to go to the hospital. درسته. ببینم کی دستش بالاست. ببخشید. علی که گفت. شهرزاد اسدی نژاد گفتی یا نگفتی؟ اگه گفتین بچه دستتون پایین باشه. این مورد رو. میخوام همه تون بیاین بالا ها. همه یکی یکی چک میکنم. اگه سختته کلاس رو ترک کن. اینجا اومدی کی میخوای یاد بگیری؟ کی؟ دیگه این همه عمر رو تلف کردی و الان یاد بگیر. بگو جمله بگو دیگه. آقا زبان برای صحبت کردنه نه برای پوز دادن. وقتی پات بیفته بیا اینجا آمریکا کانادا اون وقت میفهمی که چقدر مهمه که برای پوز دادن نیست. اگه سفورا پس دختر خالد رفته یاد گرفته تو نباید با برای پوز دادن بری یاد بگیری. تو اگه لازمته برو یاد بگیر. اوکی. فیروزه جزبانی جمله رو بساز رفع اشکال کن. بله استاد. I have to more practice driver. گفتم بعد از I have to فعل در حالت ساده. Practice اینجا فعلمونه. بچه ها ببینید یکی یکی دقیقا 100 تا جمله داریم میسازیم. I have to practice more because I have to improve my English language. Okay? Okay. یه بار بگو I have to practice more. I have to practice more. Practice. Okay. Practice. یاسمن تقویان که نتونستی صدات نمیاد. هری جلیلیان بگه I have to open the door. I have to open the door. I have the to door. Open the door. من باید اون دره رو باز کنم. اون دره رو باز کنم. زهرا مرادی از استرالیا بگو I have to sleep tonight. یه بار کامل بگو I have to sleep tonight. خب یه چیز مبرهن گفتی. خب گفتی امشب باید بخوابم. خب مگه هر شب نمیخوابم؟ همشب هر شب مثلا میری آمازون کار میکنی؟ یه کاملش کن. I haven't to sleep tonight. نه نه I have to sleep earlier. I have to sleep earlier tonight. امشب باید زودتر بخوابم. Make sense? Yes. Does it make sense? Yes. I have to sleep I have to sleep. To sleep. Okay. You have to sleep. حسن میگه فایلش رو عوض کن. You have to sleep tonight. بعد she has to. He has to. فقط she و it و have. بچه ها میکروفوناتون قطع. زهرا هم گفت. شاپور صدات نمیاد. I have to play piano. I have to play. یه بار دیگه بگو. I have to play piano. Piano. I have to play piano. Okay, عالی. فیروزه بگو. ببخشید من متوجه نشدم. More practice. I have to practice more. بعد از practice میاد. گفتم بعد از to فعل جمله به صورت ساده میاد. مرسی. نیلا لیلا. I have to set the table for lunch. یه نفر بذارم چی گفته. مسرور میگه استاد این کلمه THE راجبش سو آها باش. THE هم بعد جمله بعدی فکر کنم داشته باشیم بهتون میگم. یه بار دیگه جمله تو بگو. I have to set the table for lunch. Table. I have to set the table. Set the table یعنی میز رو چیدن. فعل عبارتیه. I have to set the table for lunch. اوکی خب موفق باش. سارا زمانی جمله ساختی یا نساختی با این استاد ساختم ولی ببین درسته. I have to cook dinner. I have to cook dinner tonight. اوکی tonight درسته. The dinner tonight دیگه یا supper عصر میخورن supper. فرزانه بی کناری جمله ساختی با این یا میخوای چجوریه؟ من ساختم یکی دیگه بگم. بگو ولی میخوایم بریم بعدی. I have to take a lipid and blood sugar test. Okay. Good luck. فرخونده قصری ساختی یا بگم؟ نه من بگم بفرم.
I have to working. Working. I have to work. Working to you. Work بگم. چی میخوای بگی؟ میخوام با شما کار کنم. میخوام با شما کار کنم. یعنی چی؟ با شما کار کردن تو انگلیسی معنی نمیده. اگه منظور اینه که همراه با من میخوای شما کار کنم. درسته؟ I have مثلا من که ماشین نیستم با من کار کنی. یا مثلا میخوای به همسرت بگی. میگه من میخوام باهات کار کنم. چی کار کنی؟ مگه مثلا همسرت ماشینه یا دستگاهه؟ اگه منظورت اینه که در کنار شما کار کنم در کنار with you I want to work with you یا I have to work with you. اگه منظورت اینه که باهاتون تمرین کنم I have to practice with you. اوکی بله بله beside you بهتره بگی در کنار شما. لزومن بچه ها دقت کنید لزومن آن چیزی که در زبان فارسی میگید ترجمهش کنید به انگلیسی بهش میگن انتقال زبانی. مش اشتباه انتقال زبانی ممکنه لزومن معنی نده. مثلا میگه What are you doing? Why are you looking at me left left? یعنی چرا چپ چپ به من نگاه میکنی؟ اصلا معنی نمیده تو انگلیسی. اوکی یا مثلا My father came out. پدرم در اومد. What do you mean? ببین هر چیزی معنی نمیده. My father came out. What does it mean? Are you crazy? بچه تو کلاس نیست یه چیزی تعریف کنم بخندی؟ اوکی. بلش کن. فیروزه جذبانی. جمله میخوای بسازی یا ساختی؟ نه ببخشید یادم رفتش دستم. اوکی. مریم پوریا جمله ساختی یا بریم بعدی؟ نه ساختم. I have to learn to drive. میشه؟ I have to learn to drive. Yeah, of course. Thank you. بهناز جهانگیری. جهانگیرزاده. I have to clean my room. Clean? بله. I have to clean my room. Okay. خب بری بعدی. بچه نبود یه چیزی تعریف میکردم که اصلا همچین واقعا اتفاق افتاده. ولش بریم بعدی. I have to talk to you. I have to talk to you. That food was amazing. Amazing. That food was amazing. بچه ها نکته روان صحبت کردن. من سری صحبت کردن آموزش نمیدم. و هر کیم بهت گفت سری صحبت کن بزن تو دهنش. چرا؟ تو نمیدونی چرا میزنی اما اون میدونه چرا میخوره و بعضن هم خودشون هم نمیدونن چون یه چیزی همینجوری یاد گرفته بگه. هیچ کس سری صحبت کردن رو دوست نداره حتی خود نیتیو ها. شما کانادایی، امریکایی، بریتانیایی هیچ کدوم سری صحبت نمی کنن. این که شما متوجه نمیشی اینه که لیسنینگت ضعیفه. anyway اینجا دارم روون صحبت کردن رو به تکنیکش رو یاد میدم و روون خوندن رو. that TH حالت دوم زبون زیر نشه دندون بالا حالت دوم میگی ز. That food اینجا بی صداست اینم بی صداست. That food was لبها لوله ای was به ز میرسه دیگه این اس صدای ز میده. Was این چیه amazing با چی شروع میشه ا was amazing. That food was amazing. Was amazing. آقا ز amazing من نمیبینم. بله نمیبینی ولی تو گفتار میاد چون روونه میچسبه به هم. تو فارسی هم همینو داری رعایت میکنی ولی حواست بهش نیست. That food was amazing. بگلری بگه ببینم چقدر یاد گرفتی انگلیسی. That food was amazing. باید روش کار کنی. بهناز بگه was amazing. Was amazing. میخوام بچسبونی. حمیده پاپی میتونی بچسبونی؟ Yes. That food was amazing. Was amazing. Was amazing. نیلوفر بگو اون غذای عالی بود. That food was amazing. Okay. نه بگو عالی بود. نگو فوق‌العاده بود. That food. تنظیمات کارخونه‌ات ریخت. Was great. Okay. That food was great. Food was great. مشتوفر بگه. That food was amazing. Was amazing. Was amazing. بگه. Was amazing. یه بار دیگه.
What food was amazing? فاطمه کاشی بگه اون غذای شور بود. یه بارم با هم داشتیم اینو. That food was salty. اوکی. نسرین توسلی بگه غذای خوشمزه بود. That food was delicious. 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 نفیسه شیرزای That food was amazing. That food was amazing. زهرا برادی بگه That food was amazing. That food was amazing. Was amazing. ممنونم که دارید سعی میکنید درست تلفظ کنی. من متوجهش میشم. یه بار دیگه بگو. That food was amazing. Was amazing. پروانه بگه اوکیه. That food was amazing. Was amazing. Was amazing. That food was amazing. That food was salty. I'm not a mind reader. I'm not. اعصابت هی خورد شده. میگه مثلا فردا چی میشه؟ پس فردا چی میشه؟ اینایی که اومدن مثلا میگن اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم بعدش چی میشه؟ I'm not a mind reader. Mind reader یعنی پیشگو. کسی که فکرها رو میخونه. تو فارسی از عربی اومده بهش میگن کاشف الافکار. کاشف الافکار. فکرها رو کشف میکنه. میخونه. Mind reader. پیشگو بهش میگیم تو فارسی. فکرخان. حالا whatever is. I'm not a mind reader. آقا اوضاع درست میشه یا نه؟ I'm not a mind reader. فهیم عرافی بگه. I'm not a mind reader. I'm not a mind reader. Reader. Okay. Reader. Ray, ray, rrrr. Nasrin Tavassoli. I'm not a mind reader. Offering. Sara Zamani. I'm not a mind reader. Manilufa. I'm not a mind reader. Atiye. Begu. Atiye. I'm not a mind reader. Ye var ye? I'm not a mind reader. Okay. I'm not a mind reader. نمیدونم من که پیشگو نیستم. I'm not a mind reader. Do we have homework? Do we have homework? نیلوفر چی جوابشو میدی؟ من دارم میپرسم ازت Do we have homework? Homework یعنی کار خونه، تکلیف. Do we have آیا ما داریم؟ Do we have homework? چی جواب میدی به عنوان یه زبان آموز؟ نیلوفر No, we don't have. You have to say always. همیشه داریم. مثل پروانه. پروانه جواب بده. Do we have homework? Yes, we have. All the time. All the time. All the time. A learner has homework all the time. Big Larry بگه. Do we have homework? Do we have homework? فاطمه تاجیک جواب بده. I have all the time. I have a lot of homework to do. زهرا مرادی, do we have homework? I have homework long time every day. همینو بگو. بگو, do we have homework? Do you have homework? Do you have homework? Do you have homework? Do we have? Do we have homework? برو روی دابلیوت کار کن. داری وی میگی. حسن بگو. Do we have homework? آفرین حسن. ببین لهجه اصفهانی رو بیارید کاملا چی دارم میگم؟ لهجه اصفهانی رو بیاری کاملا انگلیسی معیار کن. انگلیسی معیار یعنی چی؟ یعنی انگلیسی که هم بریتانیایی متوجه میشه, هم امریکنه, هم استرالیایی, هم کانادایی, هم هر چیزی. خیلیه حسن, رشدت عالی بوده. آفرین. شوخی میکنم اما میگم اصفهانی. اوکی, do you have a minute? بچه ها به جای minute میتونید second هم بگید. Do you have a second? یا به جای minute میتونید, به جای second میتونید بگید moment. اینو میخوایم تغییر بدیم, چند نفر بیان شرکت کنن. Do you, اینا رو بعد تکرار کن اینا. Do you have a minute? یه دقیقه وقت داری. Do you have a second? یه ثانیه وقت داری. Do you have a moment? یه لحظه وقت داری. لیلی فرامرزی بگو. Do you have a minute?
نفیسه شیرزایی بگه. Do you have a moment? اوکی نیلا بگو. Do you have a second? ممنونم که حواستون هست. سلاله بگه. Do you have a minute? Minute. بگو. Minute. آفرین. بچه‌ها یکی از جاهایی که دقیقاً متوجه یه کوتاه میشی که باید درست تلفظ کنی همین منته. بچه‌هایی که تو اول راه یادگیریان خیلی مبتدیان میگن مینت. درسته؟ حالا الان داریم میگیم منت. اینجاست. ای نمیگم ما منت. یه کوتاه. زهرا مرادی do you have a minute? Do you have a minute? Yes, I do. شیرین احسرافرازی. Do you have a minute? قرار شد منت رو عوض کنی. مریم پوریا. Do you have a moment? Moment. Do you have a second? Okay. زهرا شمن. Do you have an hour? دیگه یه ساعت قربونت برم. من خودم برای خودم هم یه ساعت باور میکنی وقت ندارم. برای خودم یه ساعت وقت ندارم. الان شما میخوای یه ساعت منو بگیری. یه بار دیگه بگو. Do you have a minute? Do you have a minute? الان از وقت شمن دقت کن. از وقت توضیح میدادیم چیکار میکردی پس؟ بودم استاد. ببخشید. نبودی. مینت نباید بگی. منت. اوکی. منت. بریم بعد. Do you have a moment? استاد ببخشید. میشه همینه بگین چند دقیقه وقت داری چند دقیقه. Do you have a couple of minutes? A couple of minutes. دو سه دقیقه. دو سه دقیقه وقت داری؟ Do you have a couple of minutes? A couple of something یعنی یه چند تایی. چند تایی یعنی دو سه تا ها. Do you have a couple of minutes? یه چند دو سه دقیقه وقت داری؟ حسن راضی شدی؟ A few minutes is okay. Do you have a few minutes? اونجا میشه یه چند دقیقه بیشتر از دو سه دقیقه است. A few minutes. گرفتی حسن؟ خوبه است؟ اوکی. خوبه است؟ All yes. خیلی خوبه. اوکی. ببخشید استاد. میتونیم اینو حمیده هستم. بگو. میتونیم این سوال اینجوری مطرح کنیم. Do you have any time? نه. چرا؟ برای که any time اینجا معنی نداره. هیچ وقتی داری؟ It doesn't make sense. فارسی هم اینجوری حرف نمیزنی. Thanks a lot. شما اصلا تو فارسی هم اینجوری حرف میزنی؟ نه. نه. اوکی. درسته. تانکس. این دوباره برمیگرد. تانکس هم نیست. تانکس یعنی تانک ها. زمان جنگ من یادمه. تانکس نداریم ما. تانکس. Thank you so much. تانکس درسته ولی تانک نداره. بچه ها دوباره برمیگردیم به اون اشتباه انتقال زبانی. حواستون باشه هر چیزی که تو فارسی میگین لزوما تو انگلیسی معنی نمیده. اوکی. Thanks for having me. Having me یعنی منو دعوت کردی. مثلا منو دعوت کردن رفتم یه جا اینجا شام دادن به. Thanks for inviting me یا thanks for having me. نه. شهناز اختراع نکن خواهش میکنم. نه. Thanks for having me. یه چیزی نوشته بود اونو داشتم جواب میدادم. اشتباه شد. Thanks for having me یعنی ممنون که منو دعوت کردین اومدم خونتون غذا رو خوردم. ببین الان من رفتم خونه پروانه جان قرمه سبزی رو خوردم. خب قاشقم رو دارم میذارم کنار بشقابم. خب خیلی هم خوشمزه بوده. حالا دارم تشکر میکنم میگم ممنون از این که منو دعوت کردین. Thanks for having me یعنی منو داشتین در کنار خودتون همراهی کردین منو دعوت کردین. حالا چی؟ حالا تازه اول کار منو دعوت کردن اولش تا رفتم دیدم به به بوی قرمه سبزی میاد هنوز نخوردم ولی خوشحال میشم ذوق زده میشم میگم thanks for inviting me. فرقشو گرفتی؟ inviting before inviting وقتیه که هنوز خوراکی اتفاق نیفتاده having در خلالشه ولی هنوز هم نرفتم وقتی رفتم تموم شد رفت یعنی در خلال بعد از این که مثلا مراسم اجرا شد میشه having. اوکی زهرا شمن thanks for having me. نسرین معالی
Thanks for having me. بعدی بگه thanks for inviting me. Inviting. Invite نگی یا بگو فرخونده. Thanks for inviting me. Okay. سهیلا عدالتی thanks for having me. شهرزاد اسدی thanks for inviting me. Thanks for having me. Thanks for inviting me. سومی سومی هست اسمت؟ سومی برومن سومی هست. Thanks for having me. بیگلری سهیلا Thanks for having me. فاطمه کاشی Thanks for inviting me. Thanks for inviting me. Inviting me. یه بار دیگه Thanks for inviting me. این نه in. In. Inviting me. Okay. Can you understand me? میفهمی حرفمو متوجه میشی؟ Can you understand me? Understand. دوباره یه تلس که آرهاتون رو اینجا محک بزنم. Can you? Can نیست دا نیست. Can. چواس. بین اوه. Can you understand me? فهیم عرافی. Can you understand me? پری جلیلیان. Can you understand me? پروانه. Can you understand me? علی فعال رفت. اوکی. آتیه بگه. آتیه. Can you understand me? الان داشتم میگفتم can نیست دیگه. Can. Can you understand me? چرا نمیگی؟ دارم میگم یه استاد باید میکروفون روشن کنی میکروفون رو باید روشن کنی Can you understand me? Can نه Can 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 you? Can you? Can you understand me? Okay. نیلوفر بگو Can you understand me? شهناز بگو Can you understand me? بیگلری بگو Can you understand me? آفرین. فاطمه بگو. کی can میگیم پس؟ کی can میگیم هیچ وقت. منظور چیه؟ هیچ وقت can نداریم. بعضی جا can میگیم. بعضی جا can میگیم. نه. اصلا can نداریم. Can. متشکرم. هیچ جا can نمیگیم. تلفظش رو تو دیکشنری کمبریج چک کنید. شواس. Can. Can. بین اوه. Can you understand me? وقتایی که میخوایم ایرانیزه تلفظ کنیم میگیم Can you understand me? No, I don't can you. Okay? مریم پوریا Can you understand me? No. پری جلیم به ما can گفتن. هر کی گفته اشتباه گفته. دیکشنری کمبریج. مرجعتون دیکشنری کمبریج. مرجع تقلید رو چیه اینو میگم دیگه مرجع تقلید میگن آره مرجع تقلیدتون رو عوض کنید اون مفنگی بود مفنگی نه اون الکی بود اوکی زهرا مرادی can you understand me can you understand me can you understand me اوکی بذار یه چیزی بهتون نشون بدم بذار یه چیزی بهتون نشون بدم حالا که بحثش پیش اومد. اوکی. بذار همینجا عکسش رو بگیرم. اوکی. این عکسش. ببینم میتونم. اوکی. ولش خودتون برید دیکشنری کمبریج چک کنید. Can you understand me? نفیسا شیرزای. Can you understand me? Okay, I can't. نمیتونم. Okay. Did the size fit you? Fit. بچه ها فیت نیست. Fit. Fit you یعنی fit یعنی اندازه شدن. ببخشید. Did the size fit you? دلیل داره بعد از did this رو آوردم. اینجا با دی اولیش دومی با تی اچ حالت دومه
ولی خوشبختانه دوتاشون یه کوتاه دارن. اینجا هم یه دونه آی داری اما دیگه یه کوتاه تلفظ نمیشه، آی تلفظ میشه. سایز فت. دید this fit. That did this fit. پس نمیگیم آقا، کی میگیم دید this fit؟ هیچ وقت. Never. در انگلیسی نمیگیم دست کم. Did this size fit you؟ آیا این سایز اندازه شما شد؟ اینجا اشتباس بچه، اینجا اشتباه تلفظ. آیا این سایز اندازه شماست؟ منظورش اینه که اندازتون شده، داره به زمان گذشته یعنی رفتی پروف کردی، حالا میگه did the size fit you؟ اندازت شد؟ اندازته؟ تو فارسی میگیم اندازته دیگه. محمد میرهادی، did the size fit you؟ did the size fit you؟ آفرین. شهناز دباغ، did the size fit you؟ آفرین شهناز. زهرا مرادی، did the size fit you؟ did the size fit you؟ رو آیای کوتاهت کار کن. ای ای نفیسا شیرزای، did the size fit you؟ خونه خونه. did the size fit you؟ حمیده پاپی، did the size fit you؟ did the size fit you؟ اوکی. بچه تو همین خلال که کلاسمون از یه ساعت و نیم گذشت، یه عده دیگه رفتن پی منجوق بافیشون، گفتن بابا کلاس زبان به چه دردمون میخوره، به هدف واقعی خودشون پید بردن. شوخی میکنم. Did you lose your way؟ دقیقا اینو میخواستیم ببینیم. من پیشخونی کردم، یعنی الان ذهنو خوندم. جمله بعدی داره شرح حال این عزیزانه، بهشون باید بگی Did you lose your way؟ راحتو گم کردی؟ اشتباه اومدی؟ زبان به چه دردت میخوره؟ برو دنبال زندگیت. منه که میبینی من گرفتارشم، من عشقمه. اینایی هم که میبینی اومدن کلاس، اینجا مهاجرت کرده، لازم داره این انگلیسی رو. تو برای چیت تو کشورت نشستی؟ بشین زندگی تو بکن، برو رأی تو بده، حالشو ببر. Did you lose your way؟ راحتو گم کردی. Lose یعنی از دست دادن. Way حالت W رو دقت داشته باشین. Did you lose your way؟ آیا راهتو گم کردی؟ لیلی فرامرزی بگه. Did you lose your way؟ سلاله عدالتی، Did you lose your way؟ Did you lose your way؟ نیلا، لیلا، Did you lose your way؟ Did you lose your way؟ Lose نیست، lose بگو. Did you lose your way؟ نسرین توسلی، Did you lose your way؟ شیرین سرافرازی، Did you lose your way؟ Okay. How old is your child؟ من الان از سارا فروزنده میپرسم. بچه ها how تلفظش رو قبلا گفته بودیم، مثل about. How old یعنی چند ساله؟ is چند ساله است؟ your child بچه تون چند ساله است؟ یا در واقع بچه تون چند سالشه؟ how old is your child؟ سارا فروزنده بپرس. بگو how old is your child؟ یه بار دیگه بگو. how old is your child؟ how old is your child؟ is عزیزم، سلین جان، is نه. بگو. how old is your child؟ گوش کن بچه دقت کنید، بچه ها اینجوری زبان یاد میگیرن، آن چیزی که میشنوه. الان سلین که نمیتونه بخونه، سارا میتونه بخونه؟ نه. اوکی سلین گوش کن چیزی که میگم و تکرار کن، باشه عزیزم؟ اوکی How old is بچه ها دیدین؟ با یک بار اصلاحش کرد. How old is your child؟ How old is your child؟ نه دیگه ایزش نباید بکنی. How old is your child؟ How old is your child؟ حالا ربون بگو. بگو How old is your child؟ How
old is your child? بهتر شد ولی حواست باشه is نگی. How old is your child? Okay. بگو. بگو یه بار دیگه. How old is your child? سارا خودت قبلا اشتباه تلفظ میکرد. این داره چیزی که خودت گفتیش تکرار میکنه. درست میگم؟ الان آخر شبه خوابش میاد. اوکی اوکی. شاپور بگه How old is your child? How old is your child? بهناز بگه How old is your child? بیگلری بگه How old is your child? آفرین. نیلوفر بگه، بقیات بگیرن. آروم بگو، کند بگو. How old is your child? اوکی، عالی. بچه ها یه بار با هم شادو میکنیم لطفاً. بعد از اینکه گفتم شما هم تکرار کنید. میکروفونتون قطع باشه. اینجا جاییه که باید خودتون محک بزنی. قبلا هم گفتیم تو کلاس های قبلی 25 تا جمله رو با هم کار کردیم. حالا میخوایم شادو کنیم. شادو منقطع یعنی چی؟ یعنی من میگم شما تکرار میکنی همونجوری که بچه یاد میگیره. و اگر خواستی خودتو محک بزنی شما چه که بچه نیستی که. بچه این کارو میکنه ولی تو گذر زمان متوجه اشتباهش میشه، چون همسالانش که میگن در محیط متوجه میشه که داره اشتباه تلفظ میکنه. حتی تو فارسی هم اتفاق میفته، تو انگلیسی هم که طبیعتا. اما شما با ضبط کردن صدای خودت بهتر و سریعتر متوجه میشی. That's why به خاطر همینه ما میگیم صداتونو ضبط کنی. پس تکرار میکنم، شما وقت میدم، شما هم تکرار کن و دوباره این درس رو تمرین کن. 1 2 3 What sport do you do? What sport do you do? When did you lose it? When did you lose it? Are you free tonight? Are you free tonight? Perhaps you are right. Perhaps you are right. I think you are wrong. I think you are wrong. You did a great job. You did a great job. I accept your offer. I accept your offer. I reject your offer. I reject your offer. How's your day going? How's your day going? I think you did great. I think you did great. Nobody understands me. Nobody understands me. We all agree with you. We all agree with you. Forget it and move on. Forget it and move on. May God preserve you. May God preserve you. Nothing will go wrong. Nothing will go wrong. I have to talk to you. I have to talk to you. That food was amazing. That food was amazing. I'm not a mind reader. I'm not a mind reader. Do we have homework? Do we have homework? Do you have a minute? Do you have a minute? Thanks for having me. Thanks for having me. Can you understand me? Can you understand me? Did this size fit you? Did this size fit? Did this size fit you? Did that size fit you? Did you lose your way? 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 How old is your child? How old is your child? اوکی، یه بارم سری براتون میخونم. خدا قوت، خستم شدید. یک بار سری میخونم لطفاً همراه باشید. شادو همزمان میکنیم. What sport do you do? When did you lose it?
Are you free tonight? Perhaps you are right. I think you are wrong. You did a great job. I accept your offer. I reject your offer. How's your day going? I think you did great. Nobody understands me. We all agree with you. Forget it and move on. May God preserve you. May God preserve you. Nothing will go wrong. I have to talk to you. That food was amazing. I'm not a mind reader. Do we have homework? Do you have a minute? Thanks for having me. Can you understand me? Did this size fit you? Did you lose your way? How old is your child? خدا قوت عزیزان دلم. اینم جلسه 32 از کلاس های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن. بچه ها اکیدن توصیه میکنم بهتون جلسات قبل رو برید تمرین کنید. بخش عمده ای از یادگیری شما در تمریناتتون اتفاق میفته. از این فرصت کلاس آنلاین رایگان استفاده بکنید برای رفع اشکال تلفظیتون. یعنی مربی رایگان در اختیار شماست، استاد رایگان در اختیار شماست تو این کلاس ها. بیایید رفع اشکال کنید. بنابراین امیدواریم که بتونید در دوره های آنلاین رایگانمون که گذاشتیم که میتونید ارسال تمرین بکنید و رفع اشکال میکنیم به صورت رایگان براتون، بتونید شرکت کنید و بتونید رشد خوبی رو برای خودتون در این کلاس ها و دوره ها رقم بزنید. سپاسگزاریم که انگلیسی مثل آب خوردن رو سال هاست همراهی و حمایت میکنید.